بینندگان عزیز، در بخش خبرهای ورزشی آغاز میکنیم از مسابقات لیگ برتر فوتبال در کابل. قرار است فردا مسابقات لیگ برتر فوتبال در کابل میان 8 تیم از سراسر افغانستان آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در 1.5 ماه مسابقات 18 بازی میان تیم‌های مختلف برگزار خواهد شد و در ختم این مسابقات ورزشکاران برتر به تیم ملی فوتبال افغانستان جذب خواهد شد. اما هنگی با فدراسیون، با فیفا و با AFC همین نوع برگزاری لیگ به پیش گرفتیم و موفق بوده و مورد اعتماد فیفا و AFC قرار گرفته. حتی اونا میخواهند که همین نوع ایجاد لیگ در دیگر ممالک رو انکشاف پیشنهاد بکنن و معرفی بکنن تا که باز بتونن آدم که در با در داشتن امکانات اینا بتونن که لیگ واقعی با وجود بیاره. این سومین سال است که در کابل مسابقات لیگ برتر فوتبال برگزار می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که در 2 سال گذشته توانستند فوتبال در افغانستان بسیار پیشرفت نماید و در آینده نیز می خواهند که مسابقات به شکل رفت و برگشت در ولایت نیز برگزار شود. از سوی هم امروز کورس مربیگری در بخش فوتبال ساحلی در کابل به پایان رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این کورس از 5 روز گذشته با همکاری کنفدراسیون آسیا آغاز شده بود و با 19 تن از اشتراک کنندگان از سراسر افغانستان در بخش فوتبال ساحلی آموزش داده شد. هدف ما این بود که فوتبال ساحلی را فعلا در افغانستان داشته باشیم و به صورت مسلکی بفهمند دوست عزیز، چرا که 2 سال اخیر مشکلی که فدراسیون فوتبال افغانستان داشت به خاطر معلومات و معلومات اساسی که فدراسیون تیم ملی فوتبال ساحلی یا هیئتی که در فوتبال ساحلی کار میکردن و معلومات کافی را نداشت. ما از این کورس خیلی خوب استفاده کردیم، علل خصوص که اولین بار بود بعد از نزدیک به 2.5 سال افتتاح کمیته فوتبال ساحلی زیر نظر فدراسیون فوتبال افغانستان. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که برای پیشرفت ورزش فوتبال در بخش تکنیکی هم میخواهند که همچو دوره های آموزشی را در آینده در ولایت نیز برگزار نمایند.